Hello dear friends, hope you're all well. In this video we're gonna work on two tweets, first by Boris Johnson and the second one by Kamala Harris. سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو دو تا توییت کار میکنیم، یکی از بوریس جانسون و یکی هم از کامالا هاریس. I just spoke to Joe Biden to congratulate him on his election. I look forward to strengthening the partnership between our countries and to working with him on our shared priorities, from tackling climate change to promoting democracy and building back better from the pandemic. میگه من اخیراً به تازگی با جو بایدن صحبت کردم تا انتخاب او رو تبریک بگم. من مشتاقانه منتظر تقویت مشارکت بین کشورامون هستم و همکاری که با او در اولویت‌های مشترک خودمون داریم، از مقابله با تغییرات آب و هوا تا ارتقاء دموکراسی و بازسازی بهتر از بیماری همه‌گیر. خب بریم سراغ لغات. Congratulate somebody on something. It means to tell somebody that you are pleased about their success or achievements. Congratulate به معنی تبریک گفتن، شاد باش گفتن هست. نکته ای که وجود داره، ما بعد از congratulate مخاطب خودمون رو میاریم و بعد از اون حرف اضافه آن رو اضافه میکنیم. مثلا من میخوام بگم که به علی میخوام تبریک بگم توی به خاطر موفقیتش تو امتحان، میگم I congratulate Ali on his success in the exam. پس این شد نحوه تبریک گفتن. لغت بعدی priority. Priority means something that you think is more important than other things and should be dealt with first. Priority یعنی اولویت، تقدم. نکته ای که وجود داره، چون priority سابجکتیو هستش، در واقع یعنی هر کسی میتونه اولویت های خاص خودش رو داشته باشه، توی definitionش هم ما کلمه you think رو داریم، شما اینطور فکر میکنید که یه چیزی مهمتر از بقیه چیز هست. مثلا میخوام بگم تو اولویت اول من هستی، میگم you are my first priority. You are my first priority یعنی تو اولویت اول من هستی. And the last word in this tweet is tackle. Tackle something means to make a determined effort to deal with a difficult problem or situation. Tackle یعنی شما تلاش میکنید که در واقع از یک دردسری، از یک مشکلی، از یک شرایط سختی در واقع خلاص بشید، بیرون بیاید، یا به عبارتی مقابله کردن هستش. Tackling climate change یعنی مقابله با تغییرات آب و هوا. The next one by Kamala Harris. I know times have been challenging, especially these last few months. The grief, sorrow and pain, the worries and the struggles. But we have also seen the incredible resilience of our neighbors, the courage of our frontline workers, and the generosity of the American people. خب کامالا هاریس میگه من میدونم که اوقاتی هستش که ما در واقع چالش داریم، برامون چالش برانگیز شده، مخصوصا به ویژه چند ماه اخیر. The grief, sorrow and pain. حالا میگه که به خاطر غم و اندوه و درد. The worries and the struggles. به خاطر اون نگرانی ها و تلاش های بسیار زیاد. But we have also seen the incredible resilience of our neighbors. میگه اما ما شاهد در واقع برگشت همسایه‌هامون به حالت اولشون، بهبود پیدا کردنشون هم بودیم. The courage of our frontline workers. در واقع شجاعت و رشادت اونایی که تو خط مقدم هستن. And the generosity of the American people. و سخاوت مردم آمریکا. خب بریم سراغ لغات. لغت اول grief. Grief
means a very sad feeling, especially when somebody dies. Grief یعنی رنجش، غم و اندوه، اندویی که به ویژه بعد از دست دادن کسی به ما دست میده. این تفاوتش هست با کلمه بعدی که sorrow هست، که این دوتا مترادفن، ولی sorrow در واقع ناراحتی هست که به خاطر اتفاق بد حاصل میشه، ولی grief همه اینا رو داره، به اضافه این که شما در واقع ناراحتی که به خاطر از دست دادن فردی به شما دست میده، تفاوتشون توی اون از دست دادن در واقع فرد هستش. Struggle. The next word is struggle, means to try very hard to do something when it is difficult or when there are a lot of problems. زمانی که مشکلات زیاده، شرایط بسیار سخته و شما تلاش زیادی میکنید، به این میگن struggle. فرقش با در واقع try تو این هستش که شما تلاش بسیار زیادی میکنید علارغم مشکلات زیادی که وجود داره. The next word is resilience. Resilience means the ability of people or things to recover quickly after something unpleasant, such as shock, injury, or etc. Resilience یعنی برگشت پذیری یا بهبود بعد از یک اتفاق ناخوشایند، که اون اتفاق مثلا میتونه در واقع زخمی شدن باشه یا مثلا یه شوک باشه یا ناراحتی زیاد باشه، به اینو میگن در واقع ریزیلینس، اون برگشت به حالت اولیه. یه معنی دیگه هم داره که حالت ارتجاعی هست که توی این کانتکست معنی نداره. لغت آخر generous means giving or willing to give freely. Given freely. Generous یعنی بخشنده، سخاوتمند. توی کانتکست generosity رو داشتیم که به معنی سخاوت بود.